خدافز یتیم خونه. آروم دیگه رسیدی. وایسا بگو اون دختره کجا رفته؟ آقا من نمیدونم. از تو مغز فندقی به چی نگاه میکنی؟ برو الان بیارش. خب راستشو بخوای نمیدونم اون کجاست، این ور یا اون ور. ویکتور میشه کمکم کنی؟ بسته دیگه، اینقدر واسم قیافه نگیر. قیافه نگرفتم، فقط یه خورده ناراحتم که تو نمیدونم در میری اونم بدون من. در رفتن من؟ نه من فقط رفتم رو سقف منظره رو ببینم. تو اون بیرون بدون من 5 دقیقه هم دووم نمیاری، بهت قول میدم. شروع نکن، میدونی که تهش چیه. ما با هم اومدیم اینجا، با هم هم از اینجا میریم، بهت قول میدم. قبوله. هی ویکتور. وای نه، شروع شد. این آخرین بارت باشه. ببخشید. نه 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 بلشون کن بره. برو تو اتاقت. ممنون ممنون مادر مقدس. بسه برو. میدونین میخواستم بهتون بگم که امروز خیلی خیلی جوون شدی. کافیه. خیلی خوب. فیلیسی میدونم دوست داری ورزش کار بشی، اما میدونی که به این آسونی ها نیست. نه همه مردم رویا دارن، اما اینو تو سرت فرو کن، رویا واقعیت نیست. رویاها مدفون میشن چون زندگی سخت و خشنه و رحم نداره. نه قبوله؟ قبوله. خوبه. این باشگاه ژیمناستیک پاریسه، اسمش سالن پاریسه، خیلی عالیه، پر از ورزشکار، پر ورزش. اینو چطور پیدا کردی؟ ما اینیم دیگه. خیلی خوب، بس. میشه دوباره ببینم؟ نه لطفا. نه اما اگه امشب با هم فرار کنیم بهت قول میدم، یعنی قسم میخورم به اینجا میبرم از اون وقت تو بزرگترین ژیمناست جهان میشی و منم بزرگترین مخترع جهان. مطمئن باش. نقشه ای داری؟ یه نقشه عالی، یه نقشه که از ذهن نابغه من بیرون اومده. بدش. بعدن. بدش. بعدن. گفتم بعدن. بعدن. ورزشگاه پاریس. منم بیا. خدای من، اینم بخشی از نقشه عالیت بود؟ معلومه عالیه. تو هم این بچه نافرمان و پیش مادر مقدس میبرم. باشه خواهر.
کجا میرید؟ باشید ببینم. این بود فکر بکره؟ دارستیم نقشه شماره دو. با این نقشه کشیدنت نقشه شماره دو. چرا انقدر فور میزنید؟ باشید زود باش ببند در رو باز کنید. من توی این سه ماه کلی راجع به مرغا مطالعه کردم. میدونم که چطوری میخورن، میدونم چطور راه میرن و همینطور میدونم چطوری تخم میذارن. در واقع هیچی راجع به مرغا نیست که من ندونم. یوهو! به این حرکت میگن حرکت بال مرغ. اما آخه مرغا که پرواز نمی کنن. ولی اینا بال دارن، باید پرواز کنن. تو پرواز میکنی؟ نمیکنی؟ نشد. الان میگیرم اتون بچه های بی تربیت. بدرو چی؟ بیایی چی برای بگیرم؟ بچه چه چه فیبیده پرواز. همین الان بگیرم اتون. این شبه یه موزی کنم نیکسون پشت سنته. وایسید ببینم بگیرش. اگه دستم بهت نرسه اینجا نمیتونید برید. چه بایستم اگه دستم بهت نرسه تیکه بزرگت بشت. دستمو بگیر بابا. الان میگیرمش. ولکن نبود نه؟ تو باور نکردنی هستی؟ میدونم ویکتور، ما موفق شدیم. آره، واقعا موفق شدیم. میتونم درستش کنم. خب فکر نکنم درست کردنش خیلی سخت باشه. اصلا نگران نباش، درست شبیه وقتیه که با هم توی یتیم خونه بودیم، همونطوریه. فقط باید این پیچو یه خورده سفتش کنم. همین درست شد. گفتم که کاری نداره. تشکر لازم نیست، فردا میریم پاریس. دو نفری میریم. صبح بخیر خوابالو. آخرین بار کی مسواک زدی؟
بهتره از این یکی شروع کنیم. نه آخ سرم. بذار ببینم کجایی. معلومه توی پاریس. ساجید گیر میافتیم دیگه نبینم صدا در بیاد. معذرت میخوام. اینجا رو پاریس فوق العاده است. معرکه است. پس این ورزشگاه کجاست؟ آروم باش فیلیسی، اینجا پاریسه. نفس بکش. سلام عزیز. سیبیلتون خیلی قشنگه موسیا. ای جان پاریس، شهر هنر، شهر رویاها، شهر آوازه، شهر شانس، شهر چراغا، شهر کبوترا. ببینم هنر رو گفتم. آره گفتی. حالا بگو ورزشگاه کجاست؟ خب نمیدونم. نگران نباش، ما یه تیمیم، پیداش میکنیم. اومدن به پاریس احمقانه بود. اینطوری نگو، نباید از رویاهامون دست بکشیم. ما بچه ایم و تنهایی. برید کنار. اما من واقعا میخوام یه ژیمناست بشم. تو چی فکر میکنی؟ میتونی؟ ویکتور؟ ویکتور؟ من خوبم. برگرد. شدا بلد نیستم. فردا روی همین پل همین ساعت هم دیگه رو میبینیم. مهم نیست چه خطراتی پیش رومه، من برمیگردم. ویکتور برگرد. نرو لطفا. اینجا اومده بودی چی کار ها؟ اومده بودی واسه دوستی؟ آره جواب بده، تو دوستی؟ من دوست نیستم، داشتم اون خانومه رو نگاه میکرد. دروغ رو کی با تو خالی کن بگم؟ فیلم کن. او جدی؟ ولش کن. ولی این اومده بود دوستی. دروغه، واقعا اینطوری نیست. به این فکر کن اگه بزنیش بعد باید توضیح بدی که چطوری اومده اینجا. مگه قرار نبود تو مواظب ساختمون باشی؟ ببینم نکنه وظیفتو فراموش کردی؟ نکنه دلت میخواد همه چیز بیفته گردن تو؟ برو دیگه. برو خانم. برو از اینجا، برو بیرون. Thank you.
من چیزی برای دزدیدن ندارم. نمیتونم حرف بزنم. فقط میخواستم برای نجاتم تشکر کنم. گفتی دیگه، را تو بکش برو. ببخشید، اون خانم روی صحنه کی بود؟ روزیتا موری، کاپیتان تیمه. وای، حرکاتی که میکرد عالی بود. پرشش چطوری میتونه؟ شما ورزش کارید؟ من نظافت چیم، مثل کنه به هم نچست. برو دختر. شما اولین نفر تو این شهر بودید که به من لطف کردید. من از بهترین دوستم جدا شدم، جایی برای رفتن ندارم. من یه بچه یتیمم. تموم تلاشتو کردی، اما من از بچه ها متنفرم، مخصوصا از مو قرمزا. برو یکی دیگر رو گول بزن. پله ها اودت، پله ها خیلی کثیفن. من فردا از مهمون دارم ولی ساختمون کثیفه، از بالا تا پایین. فهمیدم خانم. حالا که فهمیدی برو کارتو درست و حسابی انجام بده. بذار کمکت کنم. از اینجا برو. به من احتیاج داری؟ میتونم تمیز کنم. به من میگن کار درسته، من جوونم، پام سالمه، ولی شما نه. اگه کمکتون کنم کارتون آسون میشه. میخوای بیای؟ وای چقدر پله. شما نظافت چی بستید؟ تا وقتی روی پای خودت وایسی میتونی پیشم بمونی، بیلی شر. دیگه سوال اضافه نه. چقدر میتونم بمونم؟ اینم یه سوال بود. راستی اون خانم کی بود؟ رجین لو، مالک این ساختمونه. اون دخترایی که موهای قرمز دارن و میخوره. حالا تمیز کن. چند وقت اینجا کار میکنی؟ اسم چیه؟ فیلیستی. خورخور میکنی؟ نه اصلا. ببینم میوه دوست داری؟ خیلی. شما چی؟ شما اونجا کار میکنی؟ پس باید رئیسش رو بشناسی. آره؟ یکی من یتیم خونه که بودم خیلی دوست داشتم بیام اینجا. سرت به کارت باشه. اون خانم کارش عالی بود، خیلی دلم میخواست مثل اون باشم. من ژیمناستیک رو خیلی دوست دارم. تو هم میتونی اون کارو بکنی؟ به خاطر پاهاته. پاشو. چشم خانم. این کیه؟ هیشکی، کمکیه. تو بهش غذا میدی ولی از حقوق خودت. بله خانم. میخوام بری و دستشویی را تمیز کنی. حالا. خوب تمیز نشدی. خدمتکارا باید در بزنن. تو کی هستی؟ من فیلیسیم. تو داشتی منو میپاییدی، درسته؟ اشتباه خانم. چرا؟ درسته. تو هم ژیمناستی؟ یه روز میشم. من و مادرم منتظر تاییدیه ایم. من خیلی مستعدم. به علاوه مربی تیم آشنای مادرمه و دوست داره من تو تیم باشم. خب این بار ژیمناست؟ ببینم این چیه؟ مال منه. مطمئنم هست. بگیرش. نه. خورد شد. آه.
نام بقای مادام رژین لئو و خانم کامیل از ورزشگاه دارم. این نامه باید برسه به دست بیدیش من. او چه گستاخ، بچه های امروزی ادب ندارن. بدش به من. تو کامیلو نیستی؟ معلومه که من نیستی. این دفعه زنگ میزنم به پلیس. پلیس؟ پلیس؟ چرا؟ لا 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 لا. اینجا چه خبره؟ این میگه کامیلو. اسم شما کامیلوه؟ بله. ایشون کامیل اوه. برگر سر کاغه دوسته. بله هرچی شما بگید. خوش آمدید خانم لئو. خوشبختم. منم همینطور. من آگوستو مانوئل وکوربرم، مربی تیم هستم. الان اینجا هستید چون مادرتون گفتن که شما بهترین در پاریسید. او امیدوارم ژیمناستیکم بلد باشی. البته. شما ورزشکار نیستی درسته؟ چرا هستم؟ کاملا معلومه. برگردید سر کلاسه. باشه. بهترین مربی تمام دوران، باهوشترین مربی ورزشی در کائنات و فراتر از اون، آقای خوشتیب، گردن فراز، آقای قوی، آقای قدرتمند و بهترین دوست من. آیا شما چیزی از من میخواید؟ از کجا فهمیدید؟ بله، من کامیل لئو رو آوردم اینجا. متشکرم. خوبه. من فلیسیم. فلیسی؟ نه 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 نه، معذرت میخوام. فکر کردم اینم، ولی اسم من کامیله. خیلی خوب، منم نورا و بقیه هم بهم میگن نورا. به قیافم هم میاد. چه شیمناستی، فکر کنم تازه واردی عزیزم، درسته؟ چرا همچین فکری کردی؟ اون کی؟ شوخی میکنی درسته؟ اون لورا مرانته، مربی ژیمناستیک، مبتکر حرکات جدید در دنیاست، کسی که بیشترین بالانس رو در تک نفره داشته. چی کار کرده؟ چرخش، چرخشای خیلی سخت در مجموع 187 درجه و بعدش اون بالا آورده. سکوت خانوما، امروز روز خیلی مهمیه. من همه ی اساتیدو جمع کردم تا در بخش تک نفره و دو نفره شما رو ببینن. مراسم در شب کریسمس و روزیتا موری هم حضور داره. روزیتا؟ روزیتا موری؟ باورم نمیشه. بسیار خوب، هر دختری در این کلاس شانس اینو داره که خودشو نشون بده، به جز تو. شما به خاطر استعداد و شجاعت اینجایید. به جز من. دقیقاً. فردا تو دختر کوچولوی پولدار بدون توجه به اینکه با کدوم پارتی اومد اینجا حتما حذف میشی. تو. اما مادرم بهترین ورزشکار پاریس بوده. هیچ ربطی نداره، منم یه گیاه‌خوارم. دارم میام. من اومدم. دو دو چهارم. سلام. اول دوم. چطوری؟ چهارم. خب منم خوبم. کلی حرف هست که باید بد بزنم. منم همینطور. وای این که بازم ترکیده. میشه یه کاریش کنی؟ نگران نباش، درست میشه. حالا به حسابت شد که من درست میگفتم؟ چی رو؟
خب راجع به این که کی اول به رویاش میرسه، من یه مخترع بزرگ میشم. واقعا؟ توی 24 ساعت یه کار پیش مردی پیدا کردم که داره اونو میسازه. تو قایق افتادی، سرت به جایی نخورده؟ نه، دیروز وقتی که ما از همدیگه جدا شدیم یه قدم آروم توی خیابونای پاریس زدم، خیلی خوب بود، واقعا عالی بود، اصلا نترسیدم، مردم محلیم راهو به هم نشون میدادن، باورم نمیشد، ولی به یه رستوران شیک رفتم و اونجا یه خوش آمد گنده و گرم و دوستانه به هم گفتن، مثل یه برادر دوستم داشتن، به هم میگفتن پسرم، عمویی. بعد با یه پسری به اسم ماتورین آشنا شدم، ما با هم دیگه حرف زدیم، خندیدیم، حتی با هم دیگه بازی. بعد من و دوست جدیدم تصمیم گرفتیم بریم خونه یه دوستم که اونجا یه اتفاق بزرگ افتاد، اگه بهت بگم اصلا باورت نمیشه. میدونی اون برای یه مخترع بزرگ به اسم گوستاو ایفل کار میکنه، اون مخترع بهترین و خوبترین وسیله مغناطیسی توی دنیا، واقعا شاهکاره. و من قرار دست راست معروفترین و مشهورترین مهندس دنیا بشم. آه راستی، یاد بالمرغ هم توی یتیم خونه افتادم. من روی ترکیب سرعت هوا با یه فیبر ضد آب فکر کردم، میخوام کابینت بسازم. وای، خب منم یه کاری کردم. جدی؟ ژیمناست شدم. جدی جدی، تو ورزشگاه رفتم، قراره تو سالن پاریس توی مسابقه یه بزرگ شرکت کنم. تو رو توی تیم راه دادن، خیلی خوب باشه. حالا میشه به هم بگی که چطوری رفتی توی اون تیم؟ ازم تست گرفتن و منم قبول شدم. دروغگو. خیلی خوب بابا، کامیله او، اونی که جبه موزیکالمو شکوند. دروغگو. اون میخواست معذرت خواهی کنه. دروغگو. بذار بگم دیگه، اجازه نامه برای ورود به تیمو داد به من. دروغگو. وقتی دروغ میگی دماغت قرمز میشه. تو خیلی بدی. من نامش رو دزدیدم. چی؟ دزدیدی؟ خل شدی؟ ویکتور! 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 اینجا از کجا اومد؟ وای! بیا پایی! برمیگردم! ای بابا، نوبت میرسه به 180 درجه. بسیار خوب، حالا بلند شی. کلاس تمومه. فردی که امروز ما رو ترک میکنه شمایی. تو انرژیت مثل یه توپه، اما مثل یه فیل افسرده حرکت میکنی. وسیله هاتو جمع کن. خدای من، شما اخراجی. شما گفتید هر کلاس یه نفر. مربی ازم متنفره. اینطوری هم نیست، مدلش اینه. نه نه، راست میگه، ازش متنفره. اگه میتونست با تو با همون ازش قلم میکرد. من هیچ شانسی ندارم. همیشه یه امیدی هست. همیشه نه، شاید این از اون دفعه باشه که شانس نیاری. اما من واقعا میخوام اینجا بمونم. پس 12 ساعت وقت داری که حسابی کار کنی. گوش بده، یاد بگیر، بیشتر کار کن. اون دیگه کیه؟ رودولف از همه تو کلاس بهتره. اون جایزه بهترین ورزشکار رو برده. تو تازه واردی، درسته؟ بله. آی اون کامیله تازه وارده. روحیت خوبه کامیل، ولی حرکاتت افتضاحه. اینجا چی کار میکنی؟ میتونم توضیح بدم؟ چیزی برای توضیح دادن وجود نداره. صبر کن، صبر کن. Thank you.
معذرت میخوام، خیلی زیاد. اگه به جای معذرت کلمه دیگه ای بود اونم میگفتم. من تو رو به خونم راه دادم و به هم دروغ گفتی. از دروغگوها خوشم نمیاد. ممکن بود کارم از دست بدم. متوجه، خراب کردم. اما تو نمیدونی، از وقتی بچه بودم دوست داشتم ورزش کنم. وقتی روزتا موری و حرکات شگف انگیزش رو دیدم، میدونستم که راهم رو درست اومدم. فهمیدم که رویام به حقیقت پیوسته. میدونم که درکش سخته. تو از این کار متنفری، اما فقط میخوام بدونی من واقعا متاسفم. نامه نداشتیم؟ نامه ای نیومده. به محض رسیدن نامه برام بیارش. ژیمناستیکت خوبه؟ آره، حداقل فکر میکنم بلدم. فردا ساعت 5 صبح تمرین رو شروع میکنیم. تو مربی هستی؟ مگه راه دیگه ای هم داری؟ 5 صبح؟ وقت تمرینه، بپر و زنگوله رو بزن. چرا؟ فقط انجامش. نمیخوای حرکت بزنم؟ حرف نزن، بپر و زنگوله رو بزن. دوباره. تو گفتی میخوای بهم آموزش بدی. تمرین دیگه، دوباره. فلیسی، دقت و تعادل نداری، حرکاتت ریتمم نداره، توازن، ظرافت و زیبایی هم نداری. بی خیال، از یه پرش نمیتونی اینا رو بگی. میتونی؟ میتونی دختر جون. از یه طرف انرژیت مثل یه توپه، ولی حرکاتت مثل یه فیل افسرده میمونه. هی لورانم همین جمله رو میگه. بالاخره بعد از 10 سال تمیزکاری یه چیزایی شنیدم. خیلی خوب، بپر بالا این زنگو بزن و حواست باشه طوری بیای پایین که آب نپاشه. این غیر ممکنه. گفتی که این نهایت آرزوهاته. خیلی خوب. از اینجا برید، از اینجا برید. کیشته، کیشته. تو فکر میکنی کارت خیلی خوب بود؟ فاجعه بود، مثل موشی که توی تله گیر افتاده. خیلی بد بود. مرخصی. تو من مسابقه. اینجا باحال است.
دفعه آخر که همدیگر رو دیدیم من خیلی بی‌ادب بودم. میخوام خودم رو بهت معرفی کنم. من رودولف دیمیتریوف دنیسلاف آرچومرانکوفسکی ترته هستم. ملقب به آقا. چه اسم طولانی؟ نگران نباش، اولش برای همه سخته. اما من و تو خاصیم، جفتمون ورزشکارای خوبی هستیم، درسته؟ خیلی قشنگ صحبت میکنی. این یه صحبت خالی نیست، فقط با تو اینطوریم، فقط با تو. حالت خوبه؟ چیزیت نشده؟ آره، من خوبم. یه پسر از رادولف، یه شخصاتی که واقعی روزه، یه قصد داره با طاووس گونم داره. منو برد روی سقف ورزشگاه، هی به هم نگاه کرد اینطوری، بعد اینطوری، و بعدشم اینطوری. چی داری میگی یه پسر؟ آخه اون چه جور پسریه؟ هیچ معلوم از که داری چی میگی؟ گفتی رادولف؟ اون یه دوسته، اون گفت میتونم یه ورزشکار خوب بشم. خب منم همینو میگم. ولی اون عمیق تر میگفت. عمیق؟ خب منم عمیقم، نگاه کن. دادا در؟ آره، برای اجداد ایتالیایی رئیس جدیدمه، مهندس نابغه. اگه پشت این در رو ببینی مجبور میشم بکشمت. آخ وای، به نظر میاد باید منو بکشی. وای خدا، اون دیگه چیه؟ خب اون مجسمه آزادیه، میخوان بفرستنش آمریکا. اما این یه قضیه فوق سریه، پس شطور دیدی؟ ندیدی؟ باشه؟ باشه. خب اینم از دفترم، خونه ایده های بزرگ. به طور مثال اینا نقشه های بالهای جوجه ی نسخه سومه. در حال حاضر من و رئیسم روی چندین اختراع داریم کار میکنیم. اون به هم میگه مرد ایده ها، اون خیلی به هم اعتماد داره، من دست راستشم. بلدی از اینا استفاده کنی؟ هنوز نه، اما خب من یه صندلی دارم. سلام ویکتور. این نظافه چیه؟ یه خورده کجا بودی؟ کم داره. مدادا چیز نیستن، رئیسم همشونو برای فردا میخور. گفتم که اون یه خورده کم داره. پس رئیست بهت میگه مرد ایده ها، درسته؟ خب ایده ها رو اون میده، ولی به نظر من عالی هن. اما این تازه شروع کاره. هی ویکتور، تو راست میگفتی، رویاها میتونن به حقیقت تبدیل بشن. اصلا نگران نباش، الان درستش میکنم. موقعیت اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. این پنج حالت حرکات اصلیه. موقعیت اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. حالا بپر. موقعیت اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. بیست. لبخند. دختر جون وقتی که خسته شدی یعنی داری پیشرفت میکنی. تو خودت این کاره بودی، درسته؟ سوال بیسوال. دوباره. کشش یادته؟ بهت گفته بودم که بهتره سر پنجت وایسی. تعادل و حس کن. خوبه. میدونی انگشتات باید به انعطاف پارچه باشه و به سختی سنگ. موقعیت اول. از دستات استفاده نکن. چرا؟ حالا اینو امتحان کن. بس، تو این کاره بودی، درسته؟ البته که این کاره بودم دختر جون. بالا. برای چرخش باید بتونی به سرگیجت غلبه کنی. به چرخ نگاه کن، لیوانا نیفته. خوبه، حالا بیا سمت من و آبو نریز. عالی، ممنون. پای چپت به پای راستت پشت پا میداخت. امیدوارم روز خوبی داشته باشی.
به نظر من تو در این کار استعدادی نداری، برو خونتون. این یکی بهتر بود. ممنون، من آماده ی اون حرکت پرشیم. منم ملکه جوزفینم. جدی میگی؟ البته که هستی، اما بین آمادگی و آمادگی خوب انجام دادن یه دنیا فاصله است. به خاطر همینه که هر روز تمرین میکنی. هر روز کارمون همینه. ولی وقتی آماده ای که به این سوال پاسخ بدی، چرا ورزش میکنی؟ من که جواب دادم، این رویامه. عزیزم، در ضمن به اون حرکت پرشی میگن بالانس و تو هنوز آماده نیستی. جیمناستیک یا کونگ فو؟ خیلی با مزه. این ویکتوره، ما با هم از یتیم خونه فرار کردیم. سلام، از آشنایی با شما خوشبختم. ببینم، میخواین برین بیرون؟ بله. اگه دیر برگردونیش من میدونم و تو. البته البته البته، بهتون قول میدم که به موقع اونو برگردونم خونه. عجب آهنگی. آره. اون دوست منه. خیلی خوش شانسی پسر. بگیرش. امیدوارم فردا با انرژی بیشتری تشریف بیارید. بگذاریم. تو شاگرد خیلی خوبی هستی. ممنون قربان. نمیتونم چرا اینقدر خوشحالی، اما عالیه. خب، بهتره تو بری، فردا امتحان دارم. البته، خوب بخوابی. من چی؟ فکر میکنم تو معرکه‌ای. ممنون. هی، ویکتور. خیلی بهم خوش گذشت. ممنون. شب بخیر فلیسی. ببخشید مادمازل کامیل لئو. خودشه، میخوام بیافته زندان. اونی زندگیمو، عزت و اسممو تباه کرده. میخوام پسش بگیرم. کافیه. باشه باشه. تو اسمت چیه دختر؟ اسم من فلیسی لوبقاست. از یه یتیم خونه در بریتنی اومدم. نمیخواستم کامیلو ناراحت کنم، فقط میخواستم توی تیم باشم و متاسفم مادام. تقصیر جوه. تو میدونستی؟ از پشت به هم خنجر زدی توی بیرشه. سکوت. چه خوشتون بیاد و چه بدتون بیاد، نظرم اینه. خانم لئو، شما میتونید از فردا وارد کلاس بشید. شما در برنامه دو نفرم شرکت داده میشید. واضح بهتون بگم، خوشتون بیاد یا نیاد، اونم توی تیمه. اما تو در ابتدای کلاس ها فاجعه بودی. برای اینجا بودنم به دروغ و دغل متوسل شدی. باید بگم پیشرفتت خیلی عالی بود. تو سخت کار کردی و وقف این کار شدی. باید مربی خوبی داشته باشی. تو میتونی در تیم باقی بمونی. اگه بتونی به بخش دو نفرم برسی، اینجا پذیرفته میشی. ولی اگه نتونی به درستی عمل کنی، باید اینجا رو ترک کنی. بله. برای شما هم روشن شد مادام؟ روشنه. پس فلیسی لوبقا از بریتنی، آینده در اینجا در دستان خودته.
اگه کارش خوب باشه چی مادر؟ تو باید برنده بشی، متوجهی؟ انتقام میگیرم، نوبت منه. حتی جارو کردنشم زیباست. اون ورزشکار خوبی بوده، درسته؟ نه تنها یه ورزشکار خوب، بهترین در نسل خودش. اون یه قهرمانه. این برای چی بود؟ برای همه چی. وقت برای این کارو نیست. الان آینده تو در میونه. تو فقط یه رقیب داری، کامیل. بالا، پایین، دوباره. بستگی برای بازنده هاست. دوباره باید برنده بشی. اگه بخوای به سبک خودش شکستش بدی باختی. از نظر تغذیه هم غذات خیلی کمه، عضلاتت مثل پاستیل نرمه. خلاصه اگر به بازی جلوی همه تحقیر میشی. چقدر روحیه بخش. پس چطوری باید موفق بشم؟ تو موفق میشی، چون چیزیو داری که اون فقط تو رویاهاش داره، عشق. بسیار خوب، پردی که امروز ما رو ترک میکنه. به ایستگاه آخر رسیدید خانم نورا. کامیل و فلیسی، فردا صبح ساعت 8 میبینیم که کدام یک از شما افتخار مسابقه دو نفره با روزیتا رو خواهد داشت. من میتونم بهتون پیشنهاد کنم که از جون مایه بذارین دخترا. تو نمیتونی پیشرفت کنی موش کوچولی کثیف. فردا این منم که انتخاب میشم. میبینیم. میتونی هر چقدر میخوای تلاش کنی، میتونی 24 ساعت جون بکنی، اما هیچ وقت هیچی نمیشی. من یه ورزشکارم. کی اون وقت؟ جوابمو بده. تو کی هستی؟ آه، تو هیچی نیستی. هیچی. اون درک نمی کنه. تو تنها نیستی. چی؟ تو منو داری. منم دقیقا میدونم که باید چی کار کنیم. امشب میخوام به یه جاهای باحالی ببرمت. شما رو به برج ایفل دعوت میکنم. بهت آتیشبازی نشون میدم، یادت باشه. امشب ساعت 7. باید تمرین کنم. تو به تمرین نیازی نداری. نیازی نداری بدونی کی هستی. تو خاصی. دوباره بگو. میبینمت. فلیسی، باعث افتخارمه که اینو برای تو... نه. ویکتور، من رفتم فینال. جدی؟ بهت تبریک میگم. منم خبرای خوبی دارم. بالاخره رئیسم با هم حرف زد و بهم گفتش که پاتو از روی بام بردار، موجود جهشی یافته. خیلی حرف خوبی بود، نه؟ خیلی بی کلاسی. چی؟ من کلاس ندارم؟ رودی با کلاسه. بازم گفتی رودی؟ تو میخوای بگی که اون از من بهتره؟ نه، من اون با هم حرف میزنیم. خیلی خوب، خیلی خوب، باشه تو بردی، منم با کلاس میشم و با کلاس حرف میزنم. ولی امشب من و تو میریم شام. چاقو هست، دستمال هست، همه چی مرتبه. ساعت 7 شب، قسمت شمالی برج ایفل. این یعنی بله؟ آره؟ یعنی بله؟ بشین، یه چیزی برات دارم. اینا برای من بودن، حالا برای تو هن. وای، ممنون. باشه، حرف زدن بسته. غذا تو بخور تا برای فردا آماده بشی. چی شده؟ خب، با رودولف امشب میریم تمرین. اون گفت من آمادم. اون میگه من خواستم. برای چی ورزش میکنی؟ میشه اینقدر اینو ازم نپرسی؟ وقتی که ورزش میکردم، شب قبل از مسابقه تمرین میکردم و بعدش میرفتم استراحت. رودی منتظرمه. بمون. نه، تو که مادرم نیستی. ببخشید، فکرم کار نکرد. مشکل نیست، برو.
پرنده را ببین، منو ببین. آه فهمیدم، یه شعره. پرنده را ببین، ببین که پرواز می کند در آسمان، هیچ کس نمی تواند او را بگیرد. بیو بی بیو بی 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 بیو کاکا. خوشت اومد؟ خب اصیل بود. میدونم، ممنون. بیا مینوشکا، بیا بریم بالا تا آسمونه. خیلی خوب متی، تمرین میکنیم. یه موسیقی بزن، اونم از نوع کلاسیک. باشه، اما زیاد به موسیقی کلاسیک وارد نیستم. اما گفته باشم. وای بسه 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 بسه، با تون ملایم رو، نرم و خیلی رومانتیک. اینطوری خوشحال میشه، وارد میشه و میدرخشه. توی تاریکی من رازآلود دیده میشم، جعبه یه موزیکال میدم بهش، اونم میگه وای وای تو خیلی خوبی. اوه ویکتور، من راجع به دخترها زیاد نمیدونم، اونا برام خیلی عجیب و غریبن، اما میدونم که اینطوری نمیشه. جوونه که بیچاره یه چلمن، معلومه که اینطوری میشه. میتونم بوی عطرشو حس کنم. قش کرده. نه گداها، پاریس پر از این گدا هست. اصلا نترس، سکوت، دنبالم بیا. بدون ترس، من روش های جنگاوری رو خیلی خوب یاد گرفتم. مسخره بازی در نیار، بسته دیگه، اون دوست منه. تو داری شوخی میکنی؟ نه، این ویکتوره، ما با هم بزرگ شدیم. خدایا، خنده داره؟ دوست داره؟ اگه ما دوستیم چرا از من خجالت میکشی؟ من خجالت نمیکشم. چرا میکشی؟ برات متاسفم فیلیسی. تو مشکلی داری؟ نه، تو از وقتی که رفتی توی تیم خیلی عوض شدی. تو همش میخوای مثل این رفتار کنی. تو غمگین شد. وا تو نرو، من میتونم تو رو با انگشت کوچیکم له و لبردت کنم، اما نمیخوام انگشتم کثیف و بدبو بشه. پس من کثیفم، اما حداقلش اینه که کل روزو با این لباسای مسخره نمیگردم. باورم نمیشه. به من توهین نکن. مثلا اگه توهین کنم چه اتفاقی قراره بیفته؟ میترکونم از عصا قورت داده. بسته، جفتتون خستم کردید. باشه، خیلی خوب، خداحافظ. خداحافظ. عجب دست سنگینی داشت توی دلم. ویکتور، وای نه، مسابقه. راستش اون مواظب باش بچه، اون ماجرا بود که خیلی منو به فکر انداخت. مادمازل، رقیبش دیر کرده، وقت تموم شد. بسیار خوب، از اونجا که فلیسی برای مسابقه حاضر نشد، اون کامیله که با روزیتا. سب کنید، من اینجا. لطفاً به منم فرصت بدید. دیر کردی، متوجه نیستی؟ لطفاً بشینید. من معذرت میخوام. مطمئنی آماده ای؟ نه خیلی.
دیروز تمرین کردی؟ نه. چرا؟ بسیار خوب، موسیقی. دوباره شروع کن. اون افتاد، باید هضم بشه. دوباره شروع کن. قرارمون یادته؟ کامیل، شما افتخار اجرای مسابقه دو نفر رو خواهید داشت. فکر کردی همین جوری تموم میشه مشکو جلو؟ نه، خواهش میکنم نبرینش. اودت، اودت، کمکم کن. فلیسی، دیگه هیچ وقت نمیبینیش و البته اخراجی. به من بگید فلیسی کجا رفته؟ من اینجا. خوب خوبه. رویش از دست داده؟ میدونم. بس خودتو جمع کن مرد گنده. میدونم، منم دلم براش تنگ شده. چی؟ بازم تو؟ باشه، داشتم فرار میکردم، اشتباه کردم، موچم رو گرفتی. پس حسابی معذرت میخوام، میرم که بخوابم. رابی آف، زود باش. ممنونم عزیزم.
حالا برو. بذار کمکت کنم. به کمکم نیاز داری؟ میتونم تمیز کنم. به میگن کار درسته. راستش من بهت نیاز دارم. میخوام باهات زندگی کنم. منو ببخش، دلم برای تنگ شده بود. منم همینطور. بیا مورانتی، اتاق نقلی بهم داده، هرچند که خیلی کوچیکه اما برای تو هم جا هست. کار از ساعت 6 صبح شروع میشه، یه ساعت هم نهار. 6 صبح؟ باور کن که اینجا نیست. میدونی برمیگرده یا نه؟ لطفاً. خب من آخه من چه میدونم؟ پس میشه لطفاً بهش بگی که متاسفم، من بد بودم، اشتباه کردم، احمق، کودن و گستاخ. گستاخ؟ به ویکتور بگو که اون بهترین دوستم بود همیشه. اون یکی دستم بود. آخه من سه تا دست دارم، میدونی که. ممنونم. قابل تو نداشت. خداحافظ. خداحافظ ویکتور. این ویکتور نبود. اینجا نیست. ببین ویکتور چیکار کرده؟ کی فکرشو میکرد؟ خب اون خیلی شبیه تنبلاست. اون دیگه با هم حرف نمیزنه. حرف میزنه؟ نه 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 نه. شروع شد. بسه. مثل یه چوب خشکی خانم لئو. امشب مسابقه مهمی داری و از تن تمرکز و دقت توی حرکات دیده نمیشه. اما همون کاری که خواستید دارم انجام میدم. تنها انجام مراحل کافی نیست، یکم انعطاف، قدرت و ظرافت بهش اضافه کن. یه چیزی پیدا کن، چیزی که در درون خودت باید کشف بشه. اون اینو نداره. امشب برات روشن میشه. خیلی خوب، من میرم سراغ پله ها و لابی، تو هم میتونی اینجا رو تموم کنی. باشه. ولش کن، پسش بده. ببخشید، دفعه قبل محکم ننداختمش. دیگه اون اشتباهو تکرار نکن. انگار به تمرین نیاز داری، حتی نزدیک به آمادگی هم نیستی. بهت نشون میدم که ورزشکار واقعی یعنی چی. بگو جون من. جون تو. شایدم نه. قبلنم بهت گفتم تو هیچی نیستی، هیچ وقتم هیچی نمیشی. عالی بود خانوما.
اما از هر دوی شما یه سؤال بسیار مهم دارم. چرا ورزش میکنید؟ من ورزش میکنم چون مادرم مجبورم کرده. چون همیشه بخشی از زندگیم بوده. وقتی تو بغل مادرم بودم اون همیشه ورزش میکرد. حالا من میخوام ورزش کنم. میخوام خودم باشم. اون باید مسابقه بده. ممنون از صداقت و شجاعتت خانم لئو. اگه بخواید میتونید آینده دار بشید. فلیسی، امشب شما مسابقه دو نفره رو اجرا خواهید کرد. موفق باشی. وای چه احساسات قشنگی. براست. براو براو. عالیه. به این میگن بال کبوتر. وای عالیه. اما من دوست ندارم آزمایشش کنم. کاملا بی خطر متی. بهت قول میدم که خیلی خیلی خوب کار کنه. چه سعادتی. متی میشه ما رو تنها بذاری؟ حتما متی الان. چی گفتی؟ باشه الان. امشب توی اون سالن مسابقه دارم. میخوام بیای اونجا. جدی؟ جدی. من ازت خوشم میاد فلیسی. تو میتونی همزمان هم باعث خنده من بشی و هم گریه. خیلی عجیبی. نمیتونی کمکش کنی. اول دخترمو گول زدی، بعد هویتش رو دزدیدی، حالا میخوای شرافتمون و آیندمون رو بدزدی؟ نه مادر، کردی میتونی دخترم رو ازم بگیری؟ نمیتونی فرار کنی؟ بیا اینجا ببینم لعنتی. مادر ولش کن. نه کن وایسا. دفعه پیش که اینقدر دیر کرد اتفاق بدی افتاد. وایسا لعنتی، کجا میری؟ تو خواهر دوقلو داشتی؟ جالبه. ویکتور، یه خانم گنده ترسناک رفت دنبال دوست طرف مجسمه، میخواد اونو بکشتش. من از ترس خودم رو خیس کردم. زود باش شری، نجاتش بدی. ماتی بال کبوتر. شد باش برو دیگه. این تنها تاجیه که امروز دستت بهش میرسه. چه حیف بر اثر یه حادثه ترسناک میمیری. دم آخری چیزی برای گفتن نداری؟ تو و اودید مثل حمید. فلیسی من اومدم. ببخشید. نگران نباش، به موقع میرسونم.
میتونی فقط بگی پسر عجب اختراعی کردی، اون کار کرد. میتونم. دیگه وقتشه. شما امشب لقب پرنسس رویاها رو گرفتی. یه قهرمانی فیلیس. تو موفق شدی فیلیسی، به رویاهات رسیدی.
بشه.